سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز تصمیم گرفتم که حلیم بادمجون درست بکنم و خواستم که با شما هم شیر بکنم رسپیشو. این غذا تو شهرهای کرمان و اصفهان و شیراز پخته میشه، البته تو همه جا پخته میشه ولی اصلش مال این سه تا شهره و مال شیراز هم یه رسپی متفاوتی دارن، یعنی مال اونا عدس نداره. و حالا بریم که ببینیم مواد اولیه چیه و شروع کنیم به پختنش. خب مواد اولیه‌مون 300 گرم گوشت، عدس داریم تقریبا دو پیمان است، بادمجون داریم تقریبا 4 تا بادمجون بزرگ، برنج داریم تقریبا دو پیمانه، پیاز داغ و سیر داغ برای تزیین روشه، گردو هم باز برای تزیین روشه به اضافه نعنا. ماده اصلیش هم که کشکه، توش کشک میریزیم. خب بریم حالا شروع کنیم به درست کردنش. اول تمام این مواد رو که پختیم، عدس آب پز شده، یک کمی توش نمک ریختم و آب پزش کردم. اینو میریزم توی ظرف، به اضافه برنج هم میریزم توش. یه ذره از آب گوشتمون میریزیم توش که یه ذره آبدار بشه که بتونم لهش کنم و این آب گوشت خیلی هم خوشمزهش میکنه. به این صورت و شروع میکنیم با همزن اینو لهش میکنیم. خب یه همچین ماده کشداری به دست میاد، برنج و عدس به اضافه یه کمی آب گوشت. بادمجونای کباب شدم رو سعی میکنیم که سافوریش بکنیم. اینا رو من قبلا کبابی کردم، پوستاشون رو کندم و آماده است که ساتوری بشه. خب بعد اینکه اینجوری ساتوری شد و لب شد و آماده شد، میخوام بریزم توی مایی تابه که یکم آبش کشیده بشه و یکمی هم پخته بشه و اینجوری نرم میشه. خب یه ذره میخوام توش کره بندازم که با این یه ذره طرف خوب کره. یه کمی توش نمک میریزم. و یه مقدار دیگه تفتش میدم. و یه ذره از این تیرداغ پیازداغی که داریم من میریزم توش که یکم به بادمجون مزه بده. بعد از این که یه ذره تفت خورد، حالا این ماده که درست کرده بودیم، عدس و برنج، هم بهش اضافه میکنم و دوباره هم میزنم و همش با هم دیگه مخلوط میکنم. یه ماده کشدار و خوری دست ماد و تا این یه ذره گرم بشه و با هم دیگه مخلوط بشه و پخته بشه، میرم سراغ گوشتا. گوشتا رو میریزم توی ظرف بزرگتر و میخوام اینو با کوشکوب دستی بکوبمش. وقتی که با کوشکوب دستی میکوبینش، یه حالت کشداری هم به
حلیم بادمجون هم میده. به این حالت میکوبیمش. که هم ریش ریش میشه هم هم حالت کشدار میده به حلیم بادمجون. یک کمی هم وسط ها بهش آب گوشت اضافه میکنیم که با اون بهتر له بشه. این صورت لهش میکنیم. حلیم بادمجون خیلی غذای مقوی و خیلی خوشمزه ایه و همچنین خب یه غذای قدیمیه. که چون بادمجونم توش داره معمولا همه دوست دارم مزه شد. گوشت و حسابی میکوبیمش. برای پختن گوشتم فقط شما یک کمی پیاز رو سرخ میکنیم و گوشتا رو میندازیم توش، یکم تفتش میدیم و ادویه‌جات بهش اضافه میکنیم. ادویه‌جات هم زردچوبه و فلفل سیاه من فقط اضافه میکنم. شما میتونیم دارچین بریزین توش، هر ادویه‌ای که خودتون فکر میکنیم که دوست دارین میتونین اضافه کنین و بذارین آب پس بشه و وقتی که پخت به این صورت میکوبینش و وقتی که خوب کوبیدین به همین موادی که داریم اضافه میکنیمش. که به این حد کوبیدینش آماده شد، حالا به همه این موادی که درست کرده بودیم قبلا اضافهش میکنیم. شد همه مواد و دیگه یک کمی درش رو میذاریم و میذاریم که تقریبا یه ربع اینا با این حرارت آروم آروم بپزه. اجازه میدیم که مواد به خورد هم برن و مزهشون تو هم دیگه در بیاد. بعد از اینکه این پخت میریزیم توی ظرف و تزیینش میکنیم. حالا من میخوام کشکم براتون آماده بکنم. کشکو می‌ریزیم توی کاسه. برای این مقدار من تقریباً به اندازه 4 قاشق غذاخوری کشک می‌ریزم. یکم کش آب جوش می‌ریزم. هم میزنم که یه ذره باز بشه، حل بشه تو آب. خب کشکم بهش اضافه میکنم. همونطور که میبینین داره کش میاد. دوباره بقیه کشکو اضافه میکنم.
خب دوباره درش رو میزنم، یه 10 دقیقه هم که آروم آروم بپزه دیگه آماده است برای کشیدن. خب حلیم بادمجون هم آماده است، همونطور که میدونیم داره توش گل میزنه و توی این مرحله دیگه آماده است. خیلی هم خوب داره کش میاد، همونی که میبینیم. حالا میکشمش توی زر و میخوام که تزیینش کنم. غذای خیلی کامله به خاطر اینکه عدس داره توش، آهن داره، عدس، برنج داره و همینطور گوشت داره که اینا همشون یه غذای کامل رو تشکیل میدن و شکلش هم دقیقا مثل حلیم معمولیه، یعنی همون حلیمی که درست میکنیم با گندم شکلش تقریبا شبیه اونه ولی خب با بادمجون درست میشه. خب حالا من یه ذره هم میخوام نعنا داغ درست بکنم. خب برای نعنا داغ همونم یه ذره روغن بریزیم توی ذر و یه کمی که گرم شد حالا نعنای خشک رو میریزیم توی و دیگه خاموشش میکنیم. این صورت نعنا داغ رو می‌ریزیم روش. پیاز داغ و سیر داغی که داشتیم رو بهش اضافه می‌کنیم و یه کمی هم گردوی ریز شده، خورد شده بهش اضافه میکنیم برای تزیین به این صورت. و به این شکل حلیم بادمجونمون آماده میشه. حالا من یه ذره امتحان میکنم که ببینم چه مزه‌ای داره و امیدوارم که شما هم تو خونه درست بکنید اینو. به نظر که خیلی خوب میاد و حتما بچه ها هم دوست خواهند داشت. خیلی غذای خوشمزه‌ایه. خیلی عالیه. جای همه شما خالی. یه مزه خیلی ملایم و خیلی خوشمزه‌ای داره. تقریبا یه مزه حلیم مانندیه ولی خب پیاز داغ و سیر داغ و ایناش یه ذره متفاوتش کرده ولی خیلی خوشمزه. واقعا عالیه. خب دوستان امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه به خدای بزرگ میسپارمتون. لطفاً لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بای.